این بار دوست داشتیم که این لحظاتی که من و هومن در استودیو هستیم و کار میکنیم شما رو دعوت کنیم که با ما باشین و تجربه کنین چیزی که من و هومن در استودیو تجربه میکنیم. استودیو و ضبطامون همیشه یه محیطی خیلی خصوصی و خودمونی بوده و این دفعه چه خوب که با هم هستیم در کنار هم. این خود آرپجشه. پشت سرم نذاشتمش. آه با این سیدم ملودی میگم. من و هومن تالا این نوع 6-8 رو نخونده بودیم. اجرا نکرده بودیم. 6-8 های مختلف خونده بودیم. ولی این نوع 6-8 یه کار متفاوتیه بر این مجموعه آهنگ. گوش کنیم. برداشتم وسطاشو. به به ملودی. آره دیلی ملیش هم برداشتم که خوش باشه. نایس. با کیکش هم بزن؟ آره. تو میکس هم میتونیم خیلی کارو بکنیم. این آهنگو وقتی ساختیم با کامران و عارف عزیز یادم به یه آهنگ خیلی پر از احساس و احساسیه و این ایده رو داشتیم که استایل دهه 80 میلادی که سنت و الکترونیک بود با اون احساس ایرانی خودمون قشنگ میکس بشه با هم. و خوشحالیم که یه نوع 6-8 خاصیه و مخصوصا شعرش رو خیلی دوست داریم چون من و هومن خیلی دوست داریم اهمیت بدیم به شعرامون، بعد اول لمسش کنیم، خودمون واقعا حسش کنیم و بعد اجراش کنیم و خودم خیلی هیجان زده هستم به زودی رو صحنه اجراش کنیم. خیلی دوست دارم بدونن چجوری تصمیم میگیریم که کی کجای آهنگو بخونه. هیچ وقت یه جور نیست، ولی همیشه من و کامران عارف هم با هم دیگه میشینیم و یا آهنگی که میسازیم یا میاد به دستمون دیگه آهنگو گوش میکنیم، دیگه ستایی میشینیم و تصمیم میگیریم، ولی هیچ وقت یه جور نیست. اینجا کامران میخونه یا تو میخونی؟ اینجا منم، بعد میره ریتمیات کامرانه. آره مال من تو بریک داون بود. آره بعد از بریک داون منم. آره خب بعضی وقتا هم که هومن یه جور دوست داره یا منم یه جور دوست دارم به هم دیگه میگیم، ولی شده تا حالا با هم صحبت کنیم و مهم هم میذاریم چون من بخونم دفعه بعد آهنگ بعدی تو بخون اینجا شد. دردی با من هر لحظه سردی، من که بخشیدم رفتم اما با من بد کردی. خیلی این خیلی خوب بود، دمت گرم. الان تو میتونی بیای بیرون، هومن بره که اینم تمومش کنه. مرسی. عالی بود. من خودم آن سنگی تا که با من می جنگی، وقتی می بینی بی تو می میرم از دل تنگی. خیلی باحال بود، آفرین، خیلی خوب بود. چند ساله با هم دوستیم اما عزیزم؟ از آلبوم 20 تمام کنسرت‌ها که رفتیم. اینجا قبل از همه چی دوست داشتم یک تشکری داشته باشم از یک شخصی که نقش بزرگی در زندگی من و هومن داره، دوست، خانواده است، عمو سعید عزیزم، آقای سعید سیام گل، که باعث شد این جرقه شروع این مجموعه جدید، آهنگای جدید، ویدیوهای جدید، کنسرت‌های جدید که در راه است، این کاری که ما شروع می‌کنیم به کمک عمو سعید که سالیان سال با ماست. از صمیم قلب دوستت داریم واقعا. مرسی برای این همه پشتیبانی در این همه سال که به ما باور داشتین و این پروژه جدید رو دوباره با شما قراره منفجر کنیم. مرسی عمو جان. I love you عمو سعید گل. You guys just started, I think. Oh, yes. Thank you. God bless you. Great stuff coming up soon. Coming up soon is right. اون ساوندی که انتخاب کردم، آره اسیه اکوستیک گیتاره، اونو بذار. البته میدی ها، ولی با این حال میده. آره بعد صداشو عوض میکنی برای just to give a این تو بکراند باشه، بعد روش میذاریم هی چند تا اد میکنیم. حاضری؟ برو. دوست داشتیم یه ریتم متفاوت دور رو بسازیم که فرق داشته باشه، رنگی هست، الکتریک هست، همونی که 80s گفتم، ولی این یکی هم گفتیم یکم ملایمه و دوست داشتیم یه تاچ بهش میگن وسترنایز دوباره با حس ایرانی. آره این دوتا رو بلان میگه. آره نه اول بذار اون باشه بعد اینم بگو، یکی دیگه هم حالا های اکتاوشو میزن بعد اینو بذار. برو بره. اوکی حالا استاپش کن، اینو کوانتایزش کن.
Okay. وقتی که هم ملودی درست میکنیم با بچه‌ها به طوری هست که واقعا صحبت آهنگسازی یا تنظیم اینا نیست. ما یه تیم هستیم و هر پارتشو امکان داره یه جاشو کامران تصمیم بگیره که اینجاشو مثلا عوض کنیم یا هومن تصمیم بگیره. من خیلی باشون راحت هستم از این طریق کار کردن رو. حالا با کیک و اینا همه چی با لوپ میذارم که متوجه شی. بح درسته دیگه چون دوست دارن از اون یای رو خالی عشق میکنم عالی شد عالی شد خوبه عالیه. پس بیا ویالون رو بزنیم اون اولش. از سبکای خیلی مختلف کار کردیم و دلیلش هم اینه که کامران و هومن به نظر من خیلی توانایی اینو دارن که بتونن هم کارای شاد، کارای به قول معروف فست و دنسی، از اون ور کارای سلو، همه نو سبکای مختلفو بخونن. اجراهاشون در استودیو بسیار عالیه چون اینا خیلی توانایی خوندن رو دارن که بتونن آهنگ هر نوع سبک آهنگی رو اجرا کنن. اوکی، that's good. خوشحالم که ریتم‌های مختلف و رنگ‌های مختلف و این بار من خیلی حس خوبی دارم به این مجموعه آهنگ‌های جدید و ان‌شاءالله که به دل شما بشینه. پس اون اولش رو می‌خوام یکم ملایم‌تر بیام. گریه که صاف‌تر و خلوت میشه بریک داون. اوکی عالی. من سهیدی کاش که خبر نداشتی تموم زندگیمی. خیلی خوب بود، خیلی آفرین. Thank you. اشتباه نکنم فکر کنم یه 10-12 تا آهنگ با ریتم‌های مختلف. این بار بعد از این همه سال که من و هومن به قول معروف رو صحنه بزرگ شدیم و جلوی دوربینا، یه سری آهنگا رو انتخاب کردیم به کمک عارف عزیزم. من و هومن و عارف وقتی تو استودیو میریم ملودیا رو با هم میسازیم. البته عارف عزیزم تجربهش ماشاءالله انقدر زیاده و انقدر سازهای مختلف میزنه، مطمئنا دیدین. اوکی عزیزم، پس we're gonna start. این خوب شد. آره کامران شروع میکنه. دردی با من هر لحظه سردی، من که بخشیدم رفتم اما با من بد کردی. سنگی تا کی با من می جنگی، وقتی میبینی بی تو میمیرم از دلتنگی. به به اینجاست سرم. قلبت با من نی قلبم میگیره، از بس با حسه حسم درگیره، تو میگی میرم بغزم سر میره. اینو باید بریم ضبطش کنیم، ولی باید این ورژن سلو از این رو بزنیم. تو انتخاب سبک حتی آهنگای مختلف رو گوش میکنیم با هم و اصلا هیچ مرزی برای اینکه حتما باید یک مدل آهنگ بدیم و یه مدل کار همیشه باشه یا مثلا همیشه شاد باشه یا همیشه اینطوری نیست. آدم خود تنز... فعلا ساوند رو بذاریم بعد میتونیم عوض کنیم. این رو پیچش کنی چجوری میشه؟ یکم لوتر، لو فرکانسی، بیستر. خیلی وقتا وقتی استودیو فکر کن 12 ساعت داری ضبط میکنی، بلن چند روز پشت سر هم خیلی خسته میشه آدم و کم خوابی داره، و چه خوبه که دوتا داداش کامران عزیز، عارف و دوتا داداش گل من
که وقتی دور هم هستیم واقعا به هم دیگه انرژی میدیم و هم دیگه رو سپورت میکنیم که بتونیم مثلا یک هفته بدون خواب کار کنیم. خیلی خیلی برای ما مهمه که سه تا برادر با هم دیگه کار میکنن و مثل یه بلسینگ برای من. آفرین. عالی بود. پرفکت. اصلا ساوند رو عالی زدیدم. حالا یکی دیگه پیدا میکنیم واسه اون جوابش بده. آفرین. That's nice. دنبالش رو دوست دارم. وسطی هست. آفرین. علا قشن این کورد پروگرشن رو اصلا مود این آهنگی احساس کن. رویایی شد. خوشم میاد. فقط همین تیکست. آره آره. I love it. یه نکته که باید اینجا بگم اینه که اون انرژی که بین هومن، عارف و من هست یه انرژی خیلی خاصه که انرژیه که انرژی میاره و من این باور دارم که چند نفر با هم جمع میشن یه کار هنری میخوام بکنن، مخصوصا موسیقی، اون کمیستری، اون انرژی خیلی مهمه که یک جادو و ماجیک درست میکنه و اینو بین هومن و من و عارف حس میکنم و اون فکر کنم باعث بشه کارا اینقدر صمیمی و اونجوری که به دل ما هم میشینه انشالله به دل شما بشینه. ما حتما رو تو استودیو ببینید. ما یه آهنگ که خوشمون میاد مثل این بچه ها میپریم بالا پایین های فایفو و خودمون اونجا استودیو رو به هم میریزیم و خیلی خوشحالم که این انرژی بین ما سه تا هست. گیتاره خیلی باله اینجا تارا رو ما بزنیم. آه زدی دمت گرم. بس من دوم شد. punching from there. تو این آهنگ یادمه که آهنگ داشت تموم میشد، اولش یه جوری دیگه تموم میشد و هر ستامون وقتی آهنگ تموم شد گفتیم چرا این آهنگو یه جوری دیگه تمومش نکنیم که این آهنگو از یه دنیا ببریم یه دنیای دیگه و ایده خیلی خوبی بود که هم برای بک‌گراند وکالایی که اوز آل میگه اوه الگده یه باشن انتظار ندارم یه حالا یکی عد بشه سینت ایدیز هم پایینش میاد بالا هی و string section که کلاسیکال بشه، یعنی یه آهنگی که همه دارن باش میرقصن ایرونی و بیاد وصل بشه به ارکسترای string section و کلاسیک. yes yes بابا that's it. خوشحالم که ریتمای مختلف و رنگهای مختلف و این بار من خیلی حس خوبی دارم به این مجموعه آهنگای جدید و انشالله که به دل شما بشینه. امیدوارم که این کارهایی که در استودیو انجام میدیم به دلتون بشینه و خوشتون بیاد. خیلی دوستتون داریم از ته قلب. خوشحالیم که همیشه پشتیبان کامران و هومن بودین. مرسی از همتون. هشتگ
هیجان زده ایم که کارمون رو دوباره شروع کنیم. خوشحالم که این تیم دوباره با هم و راه تورانی با هم داشت. همه خسته نباشید. دمت گرم. چاکرم. گیتارش هم زدی عالی شده. اینجا دوست دارم از شما عزیزان، طرفدارای عزیز گل ما که این همه ما رو سپورت کردن این همه سال، واقعا دوستتون داریم و این همه شهر سراسر دنیا که میریم شما با ما هستین، تو استودیو با ما هستین، همه جا با ما هستین. واقعا دوستتون داریم. مرسی که همیشه به ما انرژی مثبت میدین. We love you guys. God bless you.